سلام، من اینجا یک مقدمه بر ارزهای دیجیتال یا ارزهای رمزنگاری شده کریپتوکارنسیز یا پولهای دیجیتال اینجا یک مقدمه از اینا میگم که در واقع سرنخی باشه که اگر خواستید اطلاعات بیشتری در این مورد بگیرید یه سرنخی در واقع تو دستاتون باشه، اطلاعات اولیه داشته باشین. به اینها میگن کریپتوکارنسیز، تو فارسی بهشون میگن ارزهای رمزنگاری شده، یا در واقع دیجیتال کارنسیز هم بهشون میگن، پولهای دیجیتال، ارزهای دیجیتال، ارزهای رمزنگاری شده. معروفترینشون و اولینشون که حتما اسمش رو شنیدید بیت کوینه. ایجاد بیت کوین، در واقع ایده بیت کوین، ابتدای بیت کوین، شروع بیت کوین بعد از بحران مالی سال 2008 بود. منصوب میکنن به یک آدم ژاپنی به نام ساتوشی ناکاماتو که البته بعدا هم یه خورده مرموز موند این قضیه، یعنی خیلی 100% تایید نشد که ساتوشی واقعا ایجاد کننده بیت کوین بوده، یه خورده مرموز نگرش داشتن. در صورت حالا ساتوشی هست یا نیست، ایده ایجاد بیت کوین از اینجایی بود که بعد از بحران سال 2008 برای اینکه بانک ها دیگه در وسط نباشن، بانک های مرکزی در وسط نباشن و در مواقعی که بحران مالی بر سر کشورها یا دولت ها میاد مردم یا سرمایه گذاران توی اون بانک ها آسیب نبینن، برای حذف بانک ها در واقع ایده بیت کوین با ساختار بلاکچین اونجا مطرح شد که حالا میگم منصوب هستش به اسم ساتوشی ناکاماتو تموم شده. خیلی جام رد شده که نه، ساتوشی نبوده. حالا در هر حال این در واقع ایده به این صورت بود که تا قبل از ارزهای دیجیتال، ارزهای فعلی که ارزهای رایج مثل دلار، یورو، پوند، ریال، هر چیزی که اینها رو بهشون میگن فیات کارنسیز، توی فیات کارنسی ها ساختار به این صورته که شما اگر بخوای به بنده یک پولی بفرستی، یک ترانزکشن، یک معامله بانکی بین ما بخواد انجام بشه، یک بانکی بین ما هست که در واقع بانک میدلمن یا واسطه یا وسط بین ماست. این ایده بلاکچین، ایده بیتکوین اومد این رو حذف کرد. یعنی چی؟ یعنی ساختار بلاکچین به این صورت هستش که آقا فرض کنید اینا حالا میلیون ها یا میلیارد ها آدم های روی زمین هستن، هر کدوم از اینها به طور مستقیم میتونن با همدیگه ترانزکشن داشته باشن، موجودی همدیگه رو ببینن و هر کدوم از این ترانزکشن ها توی یک اسکرین بسیار بزرگ بین المللی و پابلیکی ثبت بشه تا قیام قیامت معلوم باشه که کی به کی چقدر فرستاده. منتها با این تفاوت که اینجا دیگه شماره حساب ها و شماره آدرس ها فرق میکنه که حالا جلوتر بهتون میگم به چه صورت هستش. بنابراین سیستم بلاکچین به این صورته که این میدل رو حذف میکنه. اکثر این ارزهای دیجیتال مثل همین بیت کوین اوپن سورس هستند، یعنی اینکه شما میتونی کارنسی دیجیتال خودت رو ایجاد کنی، مثل تلگرام. تلگرام هم یه اپ اوپن سورسه، یعنی شما میتونی خیلی هم تلگرام نارنجی، تلگرام فارسی خیلی چیزا از روش ساختن، شما میتونی سورسش رو برداری، کاستومایزش کنی، ویژگیایی بهش اضافه کنی و کارنسی خودت رو اضافه کنی. این اتفاق هم توی بلاکچین افتاد، یعنی علاوه بر بیت کوین که اولین و معروف ترین و از نظر حجم سرمایه‌گذاری بزرگترین ارز دیجیتال هست، بیش از 1100 کریپتوکارنسی دیگه هم داریم. بنابر این بیت کوین بعد از کرایسیس 2008 احتمالاً در سال 2009 ایجاد شده و اون رو میتونید تشبیهش کنید به یک پول دیجیتال، به یک پول اینترنتی که خب ارزشش هم چطور شده که ارزش پیدا کرده و ارزشش زیاد شده رو در ادامه عرض خواهم کرد. بیت کوین اومد که سیستم متمرکز بانکی رو برهم بزنه، بانک رو حذف کنه، تمرکز زدایی رو حذف کنه. یعنی علاوه بر اینکه بیت کوین ساختار بلاکچین داره، ساختار دیسنترالایزد هم داره، یعنی متمرکز نیست، همینطور همه با هم دیگه در واقع تعامل هستن توی ترانزکشنشون. دیجیتال بودن بیت کوین و کریپتوکارنسی ها به این مفهوم هستش که ببینید اینها مثل همه ارزهای دیگه، مثل دلار، یورو، هر چیز دیگه، ارز هستن، کارنسی هستن که باهاشون میتونی در جاهایی که اونها رو قبول دارن خرید و فروش کنی
و معامله کنی. فقط فرقشون با اونا اینه که اینا دیجیتالن. چه ماهیتی دارن؟ ماهیتشون الگوریتم های بسیار بسیار پیچیده ریاضی است و هر چقدر که پیش میره پیچیدگی این الگوریتم ها بیشتر میشه. یک مثالی که برای این الگوریتم ها میشه زد اعداد اوله. شما بخواد اعداد اول رو بشمرید میگید 2, 3, 5, 7 همینطور ادامه میدید. هر چقدر که پیش برید میلیون ها عدد پیش برید پیدا کردن اعداد اول مشکل تر میشه. این میگم یک مثاله. پیدا کردن اعداد اول مشکل تر میشه و به خاطر اینکه اختلاف بین اون اعداد هم بیشتر میشه. بنابراین این کارنسی ها بیت کوین ها هر کدوم از بیت کوین ها حاصل حل یک کدوم از این در واقع معادلات و الگوریتم های فوق العاده پیچیده هستند. پول های دیجیتال هستند. میشه مثال زد به زمانی که شاید بشه این مثال رو زد به زمانی که مردم مثلا با طلا و نقره با هم دیگه معامله میکردن. شما من به شما لباس میدادم شما به من طلا میدادی، یا من به شما مثلا چکش میدادم شما به من نقره میدادی. با طلا و نقره مردم مبادلاتشون انجام میدادن. این طلا و نقره رو مردم از کجا به دست میآوردن؟ یا از مبادلاتی که با دیگران انجام میدادن، یا اینطور که میتونستن برن تو کوه طلا استخراج کنن نقره استخراج کنن. اینجا به همین صورته. شما هم میتونی کریپتوکارنسی ها رو مثل بیت کوین رو از دیگران بخری، هم میتونی تو معاملات به دست بیاری، هم میتونی بری اینا رو استخراج کنی. چطور استخراج کنی؟ این الگوریتم های بسیار بسیار پیچیده ریاضی رو حل کنی که حالا اون چه دستگاه های نیازی داره، چی بهش میگن ماینینگ، در واقع استخراج اینها رو چی نیاز داره، باز اون رو هم جلوتر خدمتتون عرض خواهم کرد. بنابراین تا اینجا به این صورت که کریپتوکارنسی ها مثل همه ارزها ارز هستند. فرقشون اینه که بانک مرکزی ندارند، پشتوانه بانکی ندارند و کسی صاحبشون نیست. صاحبشون مثل همون طلا و نقره که در قدیم معامله میکردیم همون کسی است که دستشه و به طور مستقیم میتونن همه با همدیگه اونها رو معامله کنن، یا استخراج کنن یا از همدیگه به دست بیارن. این کریپتوکارنسی ها خیلی زیاد هستند، بیش از 1000-1100 تا هستند و مثل همه ارزهای دیگه هم جاهای مختلف قیمتهای مختلف در موردشون اعلام میشه. مثلا دلار رو شما یه صرافی برین یه قیمتی میگه، یه صرافی دیگه قیمت دیگه میگه، بانک یه قیمت دیگه میگه. این هم به همین صورت هستند، جاهای مختلف قیمتهای مختلف ازشون اعلام میشه. مثلا من یه چند تا از این کریپتوکارنسی ها رو نشون میدم. این خب اینجا ببینیم که مثلا گلوبال مارکت کپ نزدیک 600 میلیارد دلار، یعنی 600 میلیارد دلار تو این کریپتوکارنسی ها سرمایه‌گذاری شده. اینا همه کریپتوکارنسی ها هستن. اولینشون که بیشترین سهم از بازار رو به خودش اختصاص داده و نزدیک نصف کل گلوبال مارکت کپ رو داره همین بیت کوینه. اتفاقا از نظر فنی یکی از ضعیف‌ترین کریپتوکارنسی هاست به خاطر اینکه سرعت ترانزکشناش خیلی پایینه، معدلش به بیش از 10 دقیقه میرسه و ترانزکشن پر سکند خیلی کمی داره، نمیدونم 3 تا یا 5 تا، یه تعداد خیلی کمی ترانزکشن پر سکند داره و از نظر امنیتی کارنسی دیگه هستن که سکیورتر هستن نسبت به اون. ولی از اونجایی که بیت کوین اولی بوده معروف ترین شده و تا الان حدود نصف سهم کل بازار ارزهای دیجیتال رو توی خودش دارن، اون 280 300 میلیارد دلار تقریبا. این قیمتایی که گفتم جای دیگه جای مختلف فرق میکنه به این صورت. ببینید مثلا بیت کوین رو توی کپیتال مارکت کپ که اپش کوینه، این سایت رو ببینین، کپیتال مارکت، نه کوینز مارکت کپ، ببخشید کوینز مارکت کپ، همه دیجیتال کارنسی ها رو توش نوشته. مثلا اینجا قیمت بیت کوین نوشته 13391. توی یک اکسچنج مثلا اگر که شما ببینید مثلا سکسیو یکی از گرانترین اکسچنج هاست، این نوشته 15093 دلار به ازای هر بیت کوین. توی مثلا یک اکسچنج دیگه به اسم XE 13213. قیمت ها مختلف هستش ولی معمولاً چیزی که جهانی تره، محبوب تره، بیشتر بهش نگاه میکنن همین کوینز مارکت کپ هستش. البته میگم توی کشورهای مختلف
با پریمیوم های مختلف توی اکسچنج های مختلف با پریمیوم های مختلف اینا خرید و فروش میشن. در هر صورت داستان از این قراره. حالا اینکه چطور میتونیم اینها رو داشته باشیم، اینها رو چطور میشه خرید، میشه فروخت و اینکه چه بر سر قیمتشون اومده، چطور رشد کردن، خودش هم داستانیه. مثلا بیت کوین اول 2017 جنوری اگر اشتباه نکنم یه چیزی حدود $930 بوده قیمتش. البته من اون موقع واقعا وارد نشدم، من چند ماه بعد از اون وارد شدم و این تا انتهای امسال به نزدیک $20,000، حدود $20,000 هم رسید، یعنی 20 برابر گرون شد. یا مثلا این ریپل که الان میبینید 2.2 دلاره، این ریپل اول تایم هایش هست 2.8، از چند 0.00 چند سنت بود قیمتش، توی اکتبر تقریبا 20 سنت بود قیمتش و به $2.85 رسید، یعنی بیش از 14 برابر اگر اشتباه نکنم در عرض 2 ماه قیمتش رسید. حالا اینکه چرا این اتفاق افتاده اینا خودش داستانی، هر کدوم از اینا یک ویژگی هایی دارن. هر کدوم اینا بیت کوین اولین معروفترین بزرگترین ریپل سنترالایز هست برعکس بیت کوین که دیسنترالایز، ریپل سنترالایز. بیت کوین پریمایند نیست، یعنی از قبل تولید نشده، کلن سقف 21 میلیون داره، یعنی اون الگوریتم ریاضی تشکیل دهنده بیت کوین به شما 21 میلیون حل داره که تا الان بین 16-17 میلیونش تولید شده و همچنان داره ماینینگ میشه، یعنی کامپیوترها همچنان در حال حل معادلات هستند تا به سقف 21 میلیون برسن. محدود بودن بیت کوین یه محبوبیتی بهش داده به خاطر اینکه مردم دنیا میگن که آقا بیلیونرهای دنیا ارزم به حضور شما که 31 میلیون نفر هستند و وقتی که همه بیت کوین ها ماین بشن، استخراج بشن، سقفشون 21 میلیون باشه، هر بیلیونری یه دونه بیت کوین هم بخواد داشته باشه بهش نمیرسه. بنابراین خیلی ها حالا تحلیل میکنن که ارزش بیت کوین میتونه تا 1 میلیون دلار، خیلی ها میگن نه 500 هزار دلار تا سال مثلا 2019 یا 2020 برسه. حالا کار به این تحلیل ها نداریم. ریپل دیسنترالایز نیست، سنترالایز هست. پریمایند یعنی شما نمیتونید همچنان این رو استخراجش بکنید و بزرگترین مشتریانش بانک ها هستند. اسم این کارنسی XRP، شرکت که ایجادش کرد شرکت ریپل. شما تو سایت شرکت ریپل برید ببینید که بیش از 100 تا ممبر داره و این ممبراش بانک ها هستند اغلب. اتفاقا 3 تا از بانک های امارات هم مشتری های ریپل هستند، حجم بسیار زیادی ریپل خریدن که از ریپل برای ترانزکشن های بانکیشون استفاده میکنن جایگزین سویفت، یعنی اینکه به جای اینکه با سویفت از یه بانک به بانک دیگه بین بانک‌ها ترانزکشن و معاملات بانکی انجام بشه از ریپل استفاده میکنن. بنابراین دیگه به جای اینکه اینجا مثلا 2 روز 3 روز ترانزکشن و بانکی طول بکشه، اینجا ماکسیموم 4 ثانیه اون معامله طول میکشه. بنابراین ریپل رو بیشتر مشتریانش بانک‌ها هستن و به دلایل زیادی هم، حالا چند تا دلیل مختلف داشت که قیمتش اینجوری رشد داشت. یه دلیلش این بود که حالا گفتن فلان اکسچنج میخواد اضافهش بکنه، یه دلیل دیگه‌اش این بود که توی این ارزایی که بالای جدول هستن، توی این هفتای بالای جدول ارزی است که کمترین ارزش رو داشت یه زمانی، حالا قبل از اینکه کاردانو بخواد بیاد بالا قرار بگیره. توی این چارتای بالا فقط ریپل هستش که $2 یا 20 سنت 30 سنت اینجوری قیمتش بود، قیمت کمی داشت. خودش خیلی کمک کرد که خیلی سرمایه‌گذارا به سمت این رو بیارن، چون مثلا بیت کوین وقتی که $5,000 $7,000 $10,000 بود یا وقتی که رسید به $20,000 همه نمیتونستن افورد کنن که مثلا یه دونه رو بخرن و به طور روانی هم علاقه نداشتن که پول خوردش رو بخرن. البته بگم بیت کوین 8 عدد اعشار داره، یعنی شما میتونی خوردش هم بخری، الزامی نیستش که کلش رو بخری. بنابراین ترجیح میدادن که مثلا 1000 تا ریپل بخرن، 10000 تا ریپل بخرن. مسئله دوم وقتی که دیدن بانک‌ها خیلی دارن از ریپل استقبال میکنن، هر روز یه بانک جدیدی داره در واقع مقدار زیادی ریپل میخره که به جای سویفت جایگزین کنه، خیلی ها به ریپل رو آوردن. اتریوم رفت یه موقعی تا $880 هم رسید، قیمتش برگشت دوباره تا 700 خورده، یعنی 763 دلاره.
اتریوم خاصیتی که داره این هستش که سمارت کانترکت میتونید باش داشته باشین، یعنی کاندیشنال کانترکت میتونید با اتریوم داشته باشید. خیلی از مبادلات تجاری رو اتریوم راحت میکنه، مضاف بر اینکه ترانزکشن پر سکند بسیار بالایی داره، سرعت بسیار بالایی داره، حجم بسیار بالایی داره. بیت کوین کش یه زمانی بیت کوین بود، اگر اشتباه نکنم آگوست امسال بود که فورک شد، در واقع خطش رو از بیت کوین جدا کرد. بیت کوین و بیت کوین کش یکی بودن. توی آگوست بیت کوین کش از بیت کوین در واقع جدا شد. باز بیت کوین بعد از اونم یه دونه فورک دیگه داشت، بیت کوین کلاسیک هست، بیت کوین گولد هست، اینا خیلی زیاده، ولی همچنان بیت کوین معروف ترینه. این فورک و جدا شدنشون هم از نظر فنی بود که آقا اون بلاک ها به چه صورت باشه، بلاک هش با بلاک پرایوت کی، که حالا اینا میگم از نظر فنی خود ماهیت یا ساختار کارنسی هستش تفاوتایی دارند. اینها و مسیرشون جدا شد. کاردانو، لایت کوین، آیوتا. آیوتا مثلا یه مدتی شایعه شده بود که آیوتا میخواد با مایکروسافت کار کنه و شما میتونید پروداکت ها، محصولات شرکت مایکروسافت رو با آیوتا بخرید. نمرو، دش، اینا میگن حالا آینده های خوبی داره در سال آینده. من خودم بیشتر تمرکزم روی این چارتا هست. الان میخوام یه نگاهی هم به دش و XEM و کاردانو داشته باشم توی چند روز آینده و مونرو. ولی میگم بیشتر محبوب ترین این چارتا هستن: بیت کوین، ریپل، اتریوم، بیت کوین کش. ریپل تو جایگاه پنجم ششم بود، الان اومده دوم، چند روز پیش خیلی خوب رشد کرد. یکی دو تا از نموداراشو نشونتون بدم. البته میگم اینو من دارم به عنوان معرفی، به عنوان سرنخ دارم این ویدیو رو بهتون میفرستم. خودتون در مورد هر کدوم از موضوعاتش میتونید تحقیق کنید. فکر کنم منابع حتی فارسی خیلی زیادی هم باشه. این نمودار بیت کوین، مثلا بیت کوین فوریه 2017، من نمیتونم ببینم چرا بوده، ولی میدونم که حدود 930 دلار بوده، اومد به حدود 21000 دلار هم رسید. اگر که چارت ویکلیش رو ببینیم، خب این بیت کوین از 2016 تا الان، اینجا نمیدونم چقدر بود قیمتش، آره دیگه کمتر از 2300 دلار بوده. توی 2015 امسال میدونم که جنوری 930 دلار بود، بعد حدود اپریل 1700 تا 2000 دلار بود، نوامبر تقریبا 7000 دلار بود، رفت بالا دوباره یه جای برگشت، دوباره رفت بالا و 20000 دلار رسید و زیر 20000 دلار برگشت. این هم اتریوم که این شکلی رشد کرد توی چند ماه اخیر، نمودار روزانش. این تقریبا از اول 2017 تا الان که نمیدونم 20 دلار 10 دلار چقدر اومد، رسید به 880 دلار. من از اینجاهاشو یادمه. ریپل خیلی جالبه. ریپل معمولا مثلا چند ماهی وای میسه، چند هفته وای میسه، یهو میره بالا اینجوری، و خیلی هم خوب بوده اینجوری پلکانی داره میره بالا. حالا در مورد همینا صحبت هست دیگه، که ریپل چقدر میتونه رشد کنه، اتریوم چقدر میتونه رشد کنه، به چه عواملی بستگی دارن. در مورد روش‌های خرید و روش‌های نگهداری می‌خواستم بگم بهتون یه چیز کلی در مورد همه کریپتوکارنسی‌ها که هست، اینه که شما چند روش برای خرید دارین. برای خرید یک، یا در واقع برای مالکیت، چطور میتونید بیت کوین داشته باشین، ریپل داشته باشین، اتریوم داشته باشین یا هر کدوم از اینا. یک روش این هستش که شما برید از اکسچنج ها بخرید، از صرافی های ارزهای دیجیتال بخرید، مستقیم به صرافی ارز دیجیتال مراجعه کنید. من رو کامپیوترم دارم، رو این ندارم. کرکن رو با موبایل فقط میتونم قیمت ببینم. مثلا سکسیو، مستقیم به هر کدوم از این اکسچنج ها مراجعه کنید، روی اونها خرید کنید. برای خرید از اکسچنج تقریبا این روش رو فراموش کنید، به خاطر اینکه ریستریکشن ها، محدودیت های خیلی زیادی داره. بعضی از این اکسچنج ها اینترنشنال هستند، بین المللی هستند، بعضی از این اکسچنج ها محدود به کشورها هستند،
و از اینایی که اینترنشنال هستن تعداد خیلی خیلی معدودیشون با ویزا و مسترکارد کار میکنن، خیلی محدود. اونایی که با ویزا و مسترکارد کار میکنن مثل همین، من نمیدونم من اینو میخونمش سکسیو، نمیدونم اصلا درسته یا نه، CEXIO، این سکسیو خب اولا اینترنشناله، بعد ویزا مسترکارد قبول میکنه، یعنی شما با کردیت کارت میتونی مستقیم ازش خرید کنی، ولی قیمتش وحشتناک بالاست. یعنی اگر که شما از هر روش دیگه بخری، هر چقدر هزینه کنی هیچ وقت قیمتت اونقدر نمیشه. ببین الان مثلا سکسیو داره قیمت میزنه 15130 دلار، در حالی که معدل قیمت اکسچنج ها 13390 دلار. بنابراین اون خیلی گرونه. بعضی از اکسچنج ها مختص کشورها هستن که خب با توجه به اینکه ما ایرانی هستیم و در واقع اقامت اروپا و آمریکا نداریم، باید اون رو هم فراموش کنیم، به خاطر اینکه اکسچنج های این کشورها proof of residency میخوان. شما باید مدارکی نشون بدید که مثل قبض آب و برق، مثل اقامت، مثل ویزا، و اکسچنج به اکسچنج مدارک مورد نیاز فرق میکنه. بنابراین روش اکسچنج برای ما هم گرونه، هم مشکله، هم محدوده. مضاف بر این که اکسچنج ها محدودیت دارن، شما هم محدودیت داری برای پول ریختن تو حسابت که با اون پولت بخوای کریپتوکارنسی بخری، هم محدودیت داری برای برداشتش. روش دوم که بهترین روش هستش، خرید از آدم هست، خرید از افراده، خرید از اندیویجوالز، مثلا پرایوت بخوای خرید کنی. از اینا بخوای پرایوت خرید کنی، باز میتونی از آدما از دست بخری، فیزیکی آدما رو ببینی، طرفو ببینی، پول یا بریزی تو حسابش یا پول بدی دستش ازش خرید کنی، یا میتونی از سایت هایی که این کارو میکنن، در واقع معامله بین افراد رو فراهم میکنن، زمینش رو خرید کنی. مثلا معروف ترین سایتی که این کار رو میکنه مشخصا برای بیت کوین اسمش هست localbitcoins.com. توی localbitcoins.com اتفاقی که میفته این هستش که شما فرض کن فروشنده ای و من خریدارم، شما مثلا توی کیف پولت، که حالا میگم کیف پول چیه، شما فرض کن 10 تا 5 تا بیت کوین داری، 2 تا 3 تا بیت کوین میخوای بفروشی، من و شما با هم مراجعه میکنیم به سایت، توی سایت هستیم، سایت میاد چیکار میکنه؟ اون تعدادی از بیت کوین که شما میخوای بفروشی رو به عنوان اسکرو، به عنوان تراستی، به عنوان امانت، به عنوان ودیعه نزد خودش نگه می‌داره. یعنی شما وقتی که اعلام میکنی به فرض میخوای یه بیت کوین به فلان قیمت، قیمتی که مورد نظر خودته، خودت هم روش قیمت میذاری، میخوای بفروشی، یا و محدودیتتو مشخص میکنی، میگی آقا من از 2000 دلار تا 50000 دلار میتونید با من معامله کنید، و هر بیت کوینی رو هم میفروشم مثلا 12000 دلار، مثلا. خب این میتونه قیمت کوین مارکت کپ باشه یا بالاتر باشه یا پایینتر باشه، قیمت رو خود شما تعیین میکنی. سایت میاد اون تعداد، اون محدوده، اون تعداد بیت کوینی رو که شما میخوای آگهی فروش بذاری بلوک میکنه، پیش خودش نگه میداره، از ولت شما کم میکنه. من میام آگهی شما رو میبینم، روی آگهی شما کلیک میکنم، روی آگهی شما که کلیک کنم توی اون دیسکریپشن با شما چت میکنم توی همون سایت، میبینم که شما نوشتی آقا به فلان شماره حساب پولو بریز و رسیدش اونجا آپلود کن. من با موبایلم یا با کامپیوترم یا با هر چیزی پول رو به حساب شما میریزم، یا شما رو ملاقات میکنم، پول رو به شما میدم، شما همزمان دکمه دریافت شد رو میزنی، دکمه دریافت شد رو که بزنی وبسایت اون میزان بیت کوینی که من از شما خریدم رو به ولت من منتقل میکنه. سوال پیش میاد چطور این مسئله گارانتیه؟ چه ضمانتی هست وقتی که من یه آگهی رو دارم میبینم؟ از کجا معلوم که طرف بهم بعد از اینکه پول ریختم به حسابش بریم بیت کوین رو ترانسفر بکنه یا نکنه؟ گارانتی همون وبسایتیه که در واقع این رو داره به عنوان اسکرو یا تراستی عمل میکنه، نگه داره پیش خودش. یعنی اگر که من پول به حساب شما بریزم، شما بعدن اتفاقی برات بیفته، یا بخوای دبه کنی، یا بخوای کلو برداری کنی، بیت کوین رو به من ترانسفر نکنی، من چتم با شما و اون رسید بانکی مشخصه، اعلام دیسپیوت میکنم، اعلام اختلاف میکنم در صورتی که شما کلیک نکنی روی اون دکمه بلافاصله، و سایت نگاه میکنه که سایت هم که بیت کوین ها پیش خودشه دیگه، سایت نگاه میکنه که بله پیمنت انجام شده و اون میزان بیت کوین رو ترانسفر میکنه به ولت من. بنابراین یه روش خرید از اکسچنج ها بود که برای ما ایرانی ها، برای غیر ایرانی ها هم اینطور مشکله، هزینه های زیادی داره، محدوده. روش دوم خرید از ایندیویدوال ها، خرید از دسته، که معمولا بعضی وقتا قیمت بهتری هم گیر میاریم.
مضاف بر این که نامحدود فوریه، دیگه معطل کسی نباید بشیم، معطل عملیات بانکی و غیره نباید بشیم، پول میدیم بیت کوینمون رو میگیریم. روش سوم استخراجه که اصطلاحا بهش میگن ماینینگ و اتفاقا در ایران بسیار 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 رایج شده. ماینینگ به چه صورته؟ ماینینگ به این صورته که گفتیم خب همه این کریپتوکارنسی ها، اونایی که پری مایند نیستن، اونایی که از پیش استخراج نشدن، مثل بیت کوین، مثل اتریوم، مثل لایت کوین مثلا، اینایی که از پیش استخراج نشدن و همچنان دارن ماینینگ میشن، دارن استخراج میشن، برای حل الگوریتم ریاضی این هم نیاز به کامپیوترهای بسیار قوی داریم. من یه دونه عکس از ماینینگ فارم بهتون نشون بدم. ماینینگ فارم یا در واقع همون مزرعه‌ای که توش استخراج میکنن کریپتوکارنسی ها رو، اولا که شما میتونید یه دونه کامپیوتر هم تو خونه داشته باشید، یه دونه کامپیوتر قوی داشته باشید تو خونه این کارو بکنید، ولی معمولا با ماین توی فارم ها این کارو میکنم. مثلا این شکلیه، اینایی که میبینید هر کدوم از اینا، اتفاقا این دستگاه دستگاه ماینینگ بیت کوینه، هر کدوم از این دستگاه ها یه دونه از این کامپیوتراست که دو سرش فن داره، یه دونه مثلا باکس این شکلیه، این ورش فنه، اون پشتش هم باز همین جوری فنه و این روش یه دونه مادربورده و اینجا یه دونه سوراخ مثلا داره که به کابل اینترنت وصل میشه و اینجا جای اتصالات کابلای برق و غیره است که اینا خب متصل میشه به پاور. مثلا یه دونه ماینینگ ماشینه، کامپیوتر چیکار میکنه؟ کامپیوتر شما وصل میکنی کامپیوتر شما وصل میکنی به برق و به اینترنت، خودش شروع میکنه این الگوریتم رو حل کردن. آینا این شکلی خودش شروع میکنه اینا رو حل کردن و با از اینجا که وصل میشه به اینترنت، اون میزان بیت کوینی که تولید میکنه رو، یا اون میزان اتریوم یا لایت کوینی که تولید میکنه رو، توی ولت شما منتقل میکنه. بنابراین یه روش استخراجه که خوب، این استخراج هم ماشین های مختلف داره. توی ماینینگ مسائلی که خیلی مهمه، یکیش مصرف برقه، اول از همه افیشنسی یا بازدهی دستگاهه، بازدهی کامپیوتره. باز این کامپیوتر ها مدل های مختلف داره، یه سریشون اصلا این شکلی هست، مثلا دستگاه بیت کوین این شکلی هست، دستگاه های دیگه اصلا برای ماینینگ کردن مثلا 7 تا 8 تا کارنسی میتونن به درد بخورن، داستانشون فرق میکنه. اونا مثلا یه دونه مادربورد هستن به علاوه 6 تا 7 تا گرافیک کارت خیلی قوی، اونا نیاز به گرافیک کارت های خیلی قوی دارن. در هر صورت در مجموع چیزی که توی بحث ماینینگ خیلی مهمه، یکی بازدهی دستگاه، یکی مصرف برق، چون مصرف برق بسیار بالایی دارن، و در واقع خنکی یا سرمایه‌ششونه. اتفاقا ایران جزو یکی از کشورهایی که بیشترین بازدهی رو داره برای ماینینگ، دلیلش هم ارزون بودن برقشه. ایران و سریلانکا، ایسلند همینطور، اینا کشورهای کانادا بعضی وقتا، بعضی جاها، اینا جاییه که بیشتر فیزیبیلیتی داره به خاطر ارزون بودن قیمت برقش. ماینینگ هم خیلی ها توی بحث ماینینگ هم سرمایه گذاری میکنن، میان کامپیوترهاشو میخرن، تشکیلاتشو را میندازن و فرقش اینه که یک بار هزینه میکنی برای خرید دستگاه و ماهانه هم هزینه میدی بابت پول برقش و نگهداری دستگاه و هر چقدر دیگه اون کوینی که داری ماین میکنی قیمتش بره بالا، بیشتر سود میکنی. و مضاف بر این که با بعضی از انواع دستگاه‌ها این انتخاب رو داری که هر روز مطالعه کنی، بررسی کنی، ببینی که خب امروز اتریوم به صرفه تره یا لایت کوین به صرفه تره یا غیره. چون میگم اینا الگوریتم‌های پیچیده ریاضی هستن، هر چقدر که پیش میره حل این الگوریتم‌ها مشکل تر میشه و فاکتورهای و یکی از مهمترین فاکتورها توی ماینینگ دیفیکالتیه، که شما ببینید دیفیکالتیش به چه صورته، که در واقع ببینید کدومش فیزیبل تره. چی میخواستم بگم در مورد ماینینگ؟ قطع میکنم یادم اومد دوباره بحث میکنم. آها، در مورد ماینینگ رو میخواستم بگم. در مورد ماینینگ چیزی که میان همه نگاه میکنن ROI، Return on Investment، که این بازگشت سرمایه من چقدره. معمولا بازگشت سرمایه 5 ماه خوبه، هر چیزی کمتر از 5 ماه بسیار عالی و ایداله، و هر چیزی بیشتر از اون آدم باید راجبش فکر کنه. مگر اینکه بعضی وقتا میگم، بعضی وقتا شما ماشین هایی میخری یا جاهایی ماینینگ شروع میکنی
یا به نوعی تجهیزات رو اندازی میکنی که مثلا return on investment یا بازگشت سرمایت 7 ماه است. یعنی چی 7 ماه است؟ یعنی اینکه شما 1 پول دادی دستگاه رو خریدی، 2 پول برق داری میدی، 3 پول خنک کردن داری میدی، 4 داری پول جا میدی. مثلا جا اگه مال خودت هم باشه داری در واقع از اجاره‌ای که میتونی به دست بیاری از اینه میکنی دیگه. بنابراین از اینه رو وقتی که میکنی، پول مینتیننس دستگاه رو احیانا میدی. زیاد هم میگم نیاز به این نداره که چون مانیتور و کیبورد و اینا نداره که، نیاز به اپراتور نداره که دادن روش بشه، فقط دستگاه رو وصل میکنی به مرد خودش شروع میکنه ماینینگ کردن. چند وقتی آورم به سر بزنی کافیه، یا یک نفرم فقط بالا سر دستگاه باشه کافیه. شما این هزینه ها رو میکنی، دستگاه رو میخری، هزینه ها رو میدی و اون در واقع کوینایی که برای تولید میکنه، خب اونا یه ارزشی داره دیگه. با توجه به قیمت روز در زمانی که داری میخری حساب میکنی، میبینی 7 ماه است ولی به دلایل دیگه ای، به خاطر اینکه پروداکشن پر مانتش ممکنه بالاتر باشه یا اینوستمنت لانگ ترم تری باشه، ممکنه اون رو در واقع ترجیح بدی که 7 ماه رو بکنی، 5 ماه رو اینوست نکنی، به خاطر اینکه ممکنه دستگاهت مثلا این دستگاهت ممکنه 5 سال دیوربیلیتی داشته باشه، این ممکنه 2 سال یا هر چیز دیگه. ماینینگ هم باز هم به صورت هم میتونی تو خونه بکنی، هم میتونی تو کارگاه بکنی، هم میتونی تو سوله بکنی، میتونی با یه دستگاه بکنی. یه دستگاهش هم قد یه دونه چیز نیست، قد یه دونه کیس های کامپیوتره پنتیوم قدیم بود، همون قدی جا میگیره، بیشتر جا نمیگیره. سرصدا داره به اندازه تقریبا جارو برقی سرصدا داره دستگاه و فضاش باید خنک باشه. غیر از اون هم ماینینگ رو میشه آنلاین، هم کلاود ماینینگ هم میشه انجام داد. کلاود ماینینگ به این صورته که خیلی ها هستن که فارم درست کردن توی کشورهای مختلف و میان اینها پکیجای رو آنلاین میفروشن. یعنی من میتونم برم توی سایت مثل میگم جنسیس ماینینگ یا یکی معروفه هش فلر مثلا، برم توی سایت اینها با کردیت کارت هم یا با بیت کوین پول بدم، پکیجی رو بخرم، سهمی یا سهامی از اون شرکت رو بخرم و آدرس کیف پولم رو بدم، اون مدام ماینینگ کنه بفرسته به من. من همه اینا رو گفتم، هنوز کیف پول رو نگفتم چیه. روش خریدش رو گفتم، روش مالکیتش رو گفتم، یه کلیتی سرنخی راجب ماینینگ دادم، ولی هنوز راجب نگهداریش نگفتم. نگهداری یا استوریج این کریپتوکارنسی ها به چه صورته؟ این کریپتوکارنسی ها رو شما باید براشون ولت داشته باشین. ولت یعنی کیف پول. کیف پول هم خب مسلمه کیف پول دیجیتاله. این کیف پول رو شما ممکنه که آنلاین داشته باشی یا ممکنه که هاردویر یا آفلاین داشته باشی. باز اونی که آنلاینه ممکنه موبایل باشه، ممکنه کامپیوتر باشه، ممکنه هر دو باشه، و اونی که هاردوره ممکنه دستگاه‌های مختلف باشه. مثلا یک کیف پول رو من نشونتون میدم. یکی از کیف پول‌های خوب، البته من خودم همه چیمو آفلاین نگه می‌دارم به خاطر اینکه دم دستم باشه، نفروشم اون چیزی که برای اینوستمنت هم گرفتم، نفروشم و کیف پول آنلاین هم برای اون چیزایی استفاده می‌کنم که می‌خوام از اینور بخرم از اونور بفروشم. یکی از کیف پول‌های خوب جکسه. جکس قابلیت از توی کارنسی‌های معروف بیت کوین و اتریوم و لایت کوین رو بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، البته خیلی کارنسی دیگر هم تو خودش جا میده. اینا اتریوم کلاسیک، داش، زد کش، نمیدونم داج، بیت کوین کش. بیت کوین کش من چرا خاموشه؟ آره مبارکه، این تازه اومده، خیلی هم خوبه. بیت کوین کش رو نداشت. خب اینا رو تو خودش جا میده. این ولت شماست به این صورته، اینم آدرس شماست، این آدرس منه. مثلا فرض کنید که من میخوام اتریوم دریافت کنم. به فرض وقتی که میخوام اتریوم دریافت کنم، ریسیو میخوام بکنم، این آدرس منه. اینو که بزنم این آدرس منه، اینو میتونم به همم بدم، این کپی میشه. این صفحه‌ام، این کیو آر کدم همین این آدرس است. یعنی من میتونم اسکرین شات این رو هم بگیرم، اینم که کپی کردم، بیام توی واتساپ یا توی مسیج به شما بفرستم. یا اگر شما کنار منی خیلی راحت موبایلتو بگیری، روی این کیو آر کد اسکن کنی به بفرستی. وقتی هم که میخوام بفرستم به همینطور، وقتی که میخوام سند کنم، آدرسی که از شما میگیرم رو یا اینجوری اسکنش میکنم یا عرضم به حضور شما که آدرس رو اینجا کپی پیست میکنم و اون مقدار اتریوم یا مقدار هر کارنسی که هست، اون مقداری که میخوام رو به شما میفرستم.
این ولت یه ولت موبایلیه، کلش آف کلنز من باز شد. این ولت یه ولت موبایلیه، اسمش جکسه. حالا چرا جکس رو استفاده میکنم بماند، خوبه، سرعتش بالاست، امنیتش بالاست. ریپل یا XRP همونی که بهتون گفتم بانک ها خیلی میخرنش، ریپل ولتاش با ولت های دیگه خود تافته جدا بافته است. برای ریپل بهترین ولت توسته، این توست هستش. اینم هم باز به همون ترتیب عمل میکنه، یعنی این که یعنی شما یه دونه آدرس داری و طرف هم یه آدرس داره و وقتی هم که میخوای ارسال کنی باز به همین صورت آدرسش رو اینجا مینویسی و مبلغی که میخوای، مقدار ریپلی که میخوای رو میفرستی. یه فرق کوچیلی ولت های ریپل با بقیه ولت ها داره، اونم این هستش که توی ریپل ها شما باید ولتتون یه مینیمومی 100 ریپلی، 50 ریپلی، یه مبلغ خیلی جزئی باید توش بمونه، توش باشه، نمیشه ولتتون به صفر برسه. این هم در مورد ولت ها. آهان، در مورد ولت های هاردویر یه چیز جالب بهتون بگم، باز دوباره به عنوان سرنخ نه به عنوان توضیح کامل، برم بیارم نشونتون. از نظر تئوری این احتمال هستش که هر کدوم از این سایت ها، از اینا که آنلاین هن، هر کدوم از سایت هاشون یا هر کدوم از شرکت هاشون یا هر کدوم از ولت ها، از نظر تئوری میگم نه عملی، احتمال داره که هک بشن. وقتی که هک بشن ممکنه پول شما یا کوین شما از دست بره. البته تا الان اتفاق نیفتاده، تا الان فقط اتفاقی که افتاده یه دونه اکسچنج هک شده، توی اون اکسچنج هم پول نقدی که آدما توی حساباشون داشتن از بین رفته. یعنی چی؟ یعنی من توی اکسچنج اکانت دارم، توی اکسچنج وقتی که اکانت دارم توی حسابی که توی حساب خودم، توی اکانت خودم دلار میریزم یا یورو میریزم یا ین میریزم، هر چی میریزم و بعد با اونها میتونم مثلا بیت کوین، اتریوم، بیت کوین کش، هر کدوم از کریپتوکارنسی ها رو بخرم و بفروشم، یا بیت کوین بدم دلار بگیرم یا برعکس و جابجا کنم، چه فیات کارنسی چه کریپتوکارنسی. یه دونه اکسچنج فکر می‌کنم بیت هام بود که یه بار هک شد. بنابراین از نظر تئوری احتمال هک هست و یکی از سیف‌ترین و مطمئن‌ترین روش‌ها برای نگهداری کریپتوکارنسی ها روش آفلاینه. روش آفلاین به چه صورته؟ روش آفلاین اینه. این یکی از بهترین روش های آفلاینه. دانگلایی هستند، شبیه یو اس بی میمونند، الان نشونتون میدم، که این دانگلا تو خودشون در واقع کریپتوکارنسی های شما رو، بیت کوین، اتریوم و غیره شما رو جا میدن. الان واسنس به کامپیوتر بعدم میتونم تماس کنم. تریزر یکی از معروف‌تریناشونه، لجر نانو یکی از بهتریناست در دنیا. توی لجر نانو الان شما بیت کوین، بیت کوین کش، اتریوم، ریپل، اتریوم کلاسیک، خیلی کارنسی ها رو میتونید جا بدید. البته لجر نانو، این ورژن لجر نانو اس که آخرینش هست، به گونه ایست که شما بیش از 4 کارنسی رو نمیتونید تو اینجا بدید. یعنی حافظه این بیش از 4 کریپتوکارنسی رو از شما نمیپذیره. البته تو هر کدومش میتونید 1000 تا، 10000 تا، 1 میلیارد، 2 میلیارد، 10 میلیارد، هر چقدر که میخواین داشته باشین، ولی از نظر تعدادی بیشتر از 4 تا نمیتونه باشه. ولت های آفلاین دیگه هم هستن غیر از این. همین لجر نانو یه دونه ورژن دیگه هم زده که اون چیزه، اون تاچ اسکرین هستش و کارنسی بیشتری تو خودش جا میده. در مورد لجر نانو و همچنین اون ولت های دیگه، چیزی که مهم هست این هستش که شما اینها رو حتما بکاپاشون رو باید بگیرید. یعنی چی؟ یعنی زمانی شما ممکنه که موبایل تو از دست بدی، کامپیوتر تو از دست بدی، یا حتی این لجر نانو تو از دست بدی، یا اپ تو از دست بدی، یا پسوردت یادت بره، نمیخوای که پولت از دست بره. بنابراین باید هر کدوم از اینها رو بکاپاشون رو بگیرین. بکاپاشون هم به این صورته که توی هر کدوم از این اپا یا تو هر کدوم از این ولت‌ها، چه آنلاین چه آفلاین، شما وقتی که بکاپ میگیرید اینها رو، بکاپ وقتی که میگیرید، الان من چون بکاپ گرفتم دوباره نمیخوام بکاپ بگیرم، ولی وقتی که بکاپ میگیرید ولتتون رو، بهتون تعدادی کلمات نشون میده که اون کلمات رو باید یادداشت کنید. معمولا 12 تا کلمه است، برای لجر نانو 24 تا کلمه است. این کلمات رو باید یادداشت کنید و
با ترتیبی که بهتون داده میشه یادداشت کنید. مثلا میگه کلمه اول چه میدونم پن، کلمه دوم اپل، امبرلا، نمیدونم مجید، اکبر، حسن، حسین، یا ممکنه کلماتی بده که اصلا ربطی معنی نداشته باشن. این کلمات رو با همون ترتیب باید یادداشت کنید، روی کاغذ نگه دارید و روی کاغذ نگه دارید، یعنی حتی اسکرین شات گرفتن ازش یا سیو کردن توی موبایلم منطقی به نظر نمیرسه، چون شما دارین این کارو میکنی که هک نشی. وقتی اسکرین شات بگیری باز دوباره اون فایل امکان هک شدن داره. اون کاغذ بنویسی، وقتی میخوای اون رو ریکاورش کنی، همه این کلمات رو بسته به اپ، بسته به ولت، بسته به اون دیوایس، یا بعضی از اونا رو با ترتیبش از اون پروسه، مثلا یه کلمه ششم رو تایپ کن، حالا کلمه نهم رو تایپ کن، حالا کلمه سوم رو تایپ کن و بعد میتونی با اون ریکاورش کنی. من همه صحبتایی که کردم میدونم خیلی پراکنده بود، اصلا براش آمادگی نداشتم، هیچ ترتیبی هم نظمی هم نداشت، ولی امیدوارم که حداقل فقط یه چیزی باشه، یک سر نخ باشه که اگر میخواین راجع به اینا مطالعه یا حداقل یه اطلاعات اولیه‌ای داشته باشین و اگر که میخواین راجع بهشون مطالعه کنید یا بررسی کنید به هر طریقی، یک آشنایی اولیه تو ذهنتون باشه. متشکرم، شاد باشید، پولدار باشید، خدافظ.